توسعه فرایندیه که منطقا باید همه جمعیت کشور رو در بر بگیره، شاخصهای اجتماعی اقتصادیشون رو بهبود ببخشه، علاوه فرهنگی غنای فرهنگیشون رو بیشتر بکنه یا در همون حد حفظ بکنه. وقتی این اتفاقات بیفته، اشتغال داشته باشه جمعیت و رفاه داشته باشه جمعیت و لحاظ فکری هم سنخیتی با حاکمیت داشته باشه. اگه هر کدوم از این دوتا دچار نقص بشه، کم بشه یا مغایر بشه، مثلا به لحاظ شاخصهای توسعه مشکلاتی پیش بیاد، کم بوده برای جمعیت پیش بیاد، برای بخشای از جمعیت، یا حق مشارکت در مسائل اجتماعی سیاسی جمعیت نداشته باشه، این از یه طرف. از یه طرف دیگه هم اگر کل فضای زندگی از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی هماهنگی نباشه، معمولا حرکتای پیش میاد که بهش میگن انقلاب. حالا این انقلاب یا برای توسعه یافتگیه، برای بهبود زندگی اشتغاله، یا برای تغییر نظام فکری در یک جامعه. مثلا در جوامع دینی، خب دین مسلط تقریبا میشه گفت عمومیت پیدا میکنه، یا در جامعه ایدئولوژیکی اون ایدئولوژی حاکم مسلط میشه بر کل مسائل جامعه و روی افراد. ای هر کدوم از این هماهنگی ها تقلیل پیدا بکنه، اتفاقاتی رخ میده که بهش میگن انقلاب. و معمولا انقلاب برای تغییر یه چیزی هست که این چیز گاهی در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی، گاهی در زمینه‌های ایدئولوژیکی، که در زمینه‌های ایدئولوژیکی خیلی درباره انقلاب نمیشه مثبت فکر کرد، چون بالاخره بشر همیشه و همه جا یک فکر و یک ایده رو که نداره، چه لحاظ دینی و مذهبی، چه لحاظ سیاسی و اعتقادی. این اختلافات وقتی پیش بیاد معمولا ناهماهنگی زیادی به بار میاره، چون یه عده ممکنه مقاومت بکنه. ولی در انقلاب نوع اول که برای بهبود و رفاه و آسایش و آزادیه، انقلاب اگه بخواد اینا رو تامین بکنه، سنخیت زیادی با مردمش داره و مردم حمایت میکنن، مشارکت میکنن در اون انقلاب و در ساخت و ساز بعد از انقلاب مشارکت. در ایران، خب ایران یک کشور در حال توسعه هم نبود خیلی سال اگه برگردیم به عقب، در 100 سال پیش یک کشور معمولی متکی به کشاورزی سنتی بود و صنعت خیلی نقشی نداشت، تولید در زمینه‌های خیلی ساده و آسون بود. بعداً نوآوری‌های در اثر ارتباط با دنیا پیدا شد، به خصوص مطامع استعماری روی ایران کم کم ظهور کرد و از این جهت دو تا احساس به وجود، دو تا خط به وجود می آورد در جامعه. یکی یه عده‌ای که سلطه برقرار می کردن به خاطر زورشون، قدرتشون، مثل اول قدرت ها که در منطقه خاورمیانه همیشه حضور داشتن. یکی این که راه های جدید زندگی مطرح می کردن برای مردم. اگه خارجیان منصفی بودن، مثلا ما در ایران شاهد بودیم که مدرسه خیلی
ایده گرفت از خارجی ها، مدارسی رو ایجاد کردن، حتی اسامیش هم مشهور، من الان حافظم کمک نمی کنه اینام ببرم. مدارسی در جاهای مختلف ایران هم ایجاد کردن. اینا سبب می شد که کم کم مردم آشنا بشن با مسائل جدید، مسائل روس، و طبیعتا همراه با اینها هم انتظارات هم بیشتر می شد. اگر این انتظارات به طور عادی تأمین می شد و با یک نظام تدبیر مناسب، یا به قول امروزی ها یک حکمرانی مردمی، اگر مسائل جامعه حل و فصل می شد، خیلی مشکل پیش نمی اومد. در ایران هم همین مسئله بوده همیشه. یک طبقه حکومت می کردن در 100 سال پیش، یا از 100 سال پیش، یا خیلی پیش از این هم که قابل بحث نیست اصلا، چون ما تجربه‌ای درش نداریم. مورخین و تحلیلگران خیلی خوب صحبت کردن در این زمینه. ولی از دورانی که ما با دنیا آشنایی بیشتری پیدا کردیم، آموزش بیشتر بالا رفت و مسافرت به خارج بیشتر شد، ورود خارجی‌ها بیشتر شدن، یه ایده های جدید مطرح می شد در جامعه. تدریجا این ایده های جدید شکل می گرفت، تجمیع می شد و تبدیل می شد به یه انتظاراتی. اون انتظارات اگه برآورد می شد، قاعدتا خیلی مشکل پیش نمی اومد، مگر اینکه حاکمیت خیلی متفاوت بود با مردم. این تفاوت حاکمیت با مردم یا با انتظارات مردم خودش نوعی زمین ساز بود برای حرکت و انقلاب. که در ایران خب تحلیل‌های متفاوتی وجود داره. دوره‌ای که من طی کردم در زندگیم، مدرسه تونستم برم، دبیرستان تونستم برم، دانشگاه تونستم برم، خیلی ها نتونستن این دوره رو طی کنن، از این امکانات بهره مند بشن. حالا یا امکانات خیلی فراهم نبود، فراهم نشده بود، یا اینکه اون گروه از جمعیت که تو این فرایند قرار نمی گرفتن، خودشون علاقه به این نوع تغییرات نداشتن. اشتغال خیلی مهمه برای جمعیتی که حالا با هر تخصصی و با هر سطح دانشی علاقمند میشن، یا نیاز پیدا میکردن به شغل، اگه پیدا نمیشد این خودش یک واکنش ایجاد میکرد در ذهنیت افراد. انقلاب ایران هم که رخ داد، خب میتونیم بگیم با همه نوع انگیزه ها ما سر و کار داشتیم در این انقلاب. هم یه عده بودن که حتما انتظاراتی داشتن از حرکتشون، که این حرکت باید رفاه بهشون میداد، امکانات بهشون میداد، اختلاف کم میکرد، اختلاف طبقاتی کمتر میشد. یه دیگه بودن که اگه وضع مناسبی داشتن، وضع بهتری میخواستن. من یادم هست تو راه پیمایی های دوران انقلاب شرکت میکردیم، همه جور آدمی میدید، با آرامش مطالبه گر بودن، یعنی جز شعار و اینا نبود، ولی حرکتشون همراهی بود با حرکت انقلاب. گاهی من مثلا تعجب میکردم از اتوی شلوارهای شرکت کنندگان، کامل بود اصلا. یعنی اینطوری نبود که بگیم همه پرولتاریا بودن یا محرومان بودن، نه. اونایی بودن که خواهان تغییر بودن. حالا این تغییر نیاز به انقلاب داشت یا قابل تأمین بود بدون انقلاب. احتمالاً به این دلیل بوده که خیلی طول کشیده، تأمین نمی شده. یا هر وقتی که وضعیت رفاه مردم و فقر بالا بره،
مردم تا یه حدی تحمل میکنن یا جمعیت تا یه حدی تحمل میکنه، فراتر از اون حد دیگه مشکلات پیش میاد. اول تبدیل میشه به مشکلات اجتماعی فرهنگی. مثلا یه دفعه میبینی خطا خیلی زیاد میشه، جنایت خیلی زیاد میشه، عرض کنم این اتفاقات میفته، گرونی خیلی آسیب پذیر میکنه زندگی رو، مسکن خیلی مشکل پیدا میکنه، آموزش خیلی مشکل پیدا میکنه. اینا اگه به طور عادی برطرف نشه تا یک دوره مقبول، یک دوره منطقی، اینا همینجوری انباشت میشه. انباشت این اختلافات و این مشکلات واکنش‌هایی به وجود میاره. یه دهی که توانایی دارن میزنن بیرون از جامعه، خارج میشن. حالا احساسشون لزوماً همیشه احساس مترقی نیست که روش حساب کنیم. یکی میگه زندگیم اونطوری که میخوام رفاه در اینجا تأمین نمیشه، میره خارج. یه دهی کنار میشینن، سکوت میکنن. یه دهی تلاش میکنن برای زندگی، برای بهبود. یه دهی هم خطا میکنن برای بهتر شدن زندگیشون. یه دهی هم که حالا اسمشو میذارن خائنی، خیانت میکنن به مردم، حق مردم رو میخورن.